میتونیم شروع کنیم. به نام دوست سلام، خیلی خوشحالم که با سومین جلسه ادبیات در خدمت شما عزیزان هستم. بچه های خوب کلاس نت، بچه های خوب نسل قلم و عزیزایی که از سر تا سر ایران مهمون کلاس من هستن، خیلی خوبه که این گستردگی رو در واقع کلاس ما داره. حس خیلی خوبی برای در واقع مدرس ایجاد میکنه که من الان حس میکنم که الان من دانش آموز الان از بیرجند دارم، از شیراز دارم، از گناباد دانش آموز دارم، از کرمانشاه سر کلاسم دانش آموز هستش، از تهران، از کرج، از مشهد. این خیلی حس خوبی برای من ایجاد میکنه. امیدوارم که خب دو جلسه گذشته برامون، برای همتون در واقع مفید فایده واقع شده باشه. من برای اون دوستانی که جلسه اولشون هستش مجدد یه معرفی ریزی داشته باشم. من اشکان خانقاه، مدرس و مؤلف ادبیات کنکور، کارشناس ارشد ادبیات محض از دانشگاه شهید بهشتی و با تقریبا 18 سال سابقه تدریس در زمینه ادبیات، خیلی خرسند و خوشحال هستم که امروز در خدمتتونم. اون دوستانی که دو جلسه گذشته رو بودند و خب کلاس بنده رو شرکت کردند، خب دیدند وضعیت کلاس رو، کیفیت برگزاری کلاس رو دیدند و به حمدالله خیلی نتایج خوبی و ما در انتهای کلاس گرفتیم از بچه ها. فقط یه همکاری کوچیکی با من داشته باشید بچه ها، اعلام بکنید که چند تا جلسه اولی داریم سر کلاس. کیا جلسه؟ هر کیا جلسه اولش یه عدد یک برای من بفرسته. عدد یک رو جلسه اولی برای ما. ماشالله ماشالله، اوه چه خبره، چه خبره. فکر کنم رفت بالای 50-60 نفر مهندس، درسته؟ ما جلسه اولی همون رفت بالای 50-60 نفر. خیلی خوب، بسیار خوب. نیما جان به موقعش این کار رو انجام میدیم. بسیار خوب. بله خانم امیدی، به جهت اینکه ما میدونستیم که خب جلسه اولی داریم، مبحث رو در واقع مجدد جدید انتخاب کردیم به خاطر اینکه اون دوستانی که جلسه اولشون هستش از قافله عقب نمونن. بعد شروع قرابت معنایی رو من مجدد برای بچه ها در واقع چیز میکنیم، قرابت معنای جداگونه من مجدد براشون تدریس میکنم. البته اون کسایی که جلسه گذشته بودن برای این جلسه اولی ها بگن قرابت معنایی جلسه اول شروع میشه. کی قراره تموم بشه بچه ها؟ کی قراره تموم بشه؟ احسن، جلسه آخر. یه مثالی زدم گفتم یعنی اگر که بچه ها ما مثلا برگردیم میگیم امروز مثلا 25 اردیبهشت مثلا جلسه آخر ادبیاته، بعد یهو مثلا بگیم آقا نه 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 مثلا یک خردادم یه جلسه دیگه تشکیل میشه، اونجا قرابت معنایی تموم میشه، اونجا زبان فارسی تموم میشه. چون ما از یه دوره بعد دیگه فقط میافتیم رو تمرین و دوره و تکرار و به خاطر همین بچه ها ما در واقع هی روی تکرار مباحث کار میکنیم. خانم عقیدی، امروز ما بحثمون رو با آرایش شروع میکنیم. امروز من یه سورپرایز خیلی خیلی بزرگ دارم واسه تون. یه کار خیلی بزرگی میخوایم با هم انجام بدیم و اون این هستش که همین امروز که میخوایم وارد آرایه ها بشیم، قرار همین امروز با هم تست آرایه هم بزنیم. این موضوع رو خوب دقت داشته باشید. امروز بچه ها خوب دقت داشته باشید، سلامت باشید. امروز دقت داشته باشید بچه ها، کاری که میخوایم با هم انجام بدیم کار بزرگیه.
همکاری خیلی زیادی ازتون میخوام. من معذرت میخوام از بچه های جلسه اولی به جهت اینکه خب من خیلی در واقع دیگه فرصت نشد براشون تفسیر کنم، تعیین کنم که آقا قصه ادبیات چیه و اصلا سر چه کلاسی نشستید و من کیم و تا الان چیکار کردیم. و خانم معصومه جان، ما کیفیت تصویر رو تعمدن پایین تر آوردیم که از سمت شما ریسیوش دچار مشکل نشه، ولی ما اینور خب مشکلی نداریم، ما میتونیم فول اچ دی این رو پخش کنیم برای شما، اونور میترسم نتونید به راحتی تصویر رو دریافت بکنید. ببینید عزیزای من، دقت داشته باشید، در مورد تست های آرایه های ادبی ما جالبه بهتون بگم که دو نوع کلی تست آرایه داریم. دو نوع تست آرایه داریم. خانم عبادی بیشتر توجهتون به تخته باشه. تخته رو دقت داشته باشید. ما این بار تخته رو هم کامل شیر کردیم براتون. بیشتر توجهتون به تخته باشه. خوب دقت کنید بچه ها. ما انواع تست های آرایمون بچه ها همونجور که دارید ملاحظه می کنید، یکیش حالت تست های آرایه های ادبی ناکنین تک بیته. ملاحظه می کنید با لیزر دارم اینجا نشون میدم بهتون، تست های تک بیت هستش بچه ها. تست های تک بیت یه دونه بیت به ما میده، یه دونه بیت به ما میده و میگه که آقا آرایه های این بیت در کدام گزینه به درستی ذکر شده. خب یه لحظه این برای داشته باشید بچه ها، یه لحظه من رو داشته باشید اینجا. ببینید عزیزای من، وقتی که این بیت رو به ما داده، دقت میکنید، این بیت رو که به ما داده، شما ملاحظه کنید تو هر گزینه بچه ها نگاه کنید ببینید چند تا آرایه ذکر شده. الان خیلی از شماها بچه ها تصور میکنید که خب آقا کاری نداره که الان میریم از تو آرایه ها، خوب دقت کن چی بهت میگم، میریم از تو آرایه ها، از تو گزینه ها یه دونه نگاه میکنیم، پیدا میکنیم، درسته؟ میریم پیدا میکنیم، میگم مبینا جان اینا رو فعلا عجله نکن، میریم یه دونه گزینه رو پیدا میکنیم و خلاصه میریم تو بیت. اما اینجور نیست. دقت داشته باشید بچه ها، دقت داشته باشید، زمانی که بچه ها به من این بیت رو میدن، یه لحظه توجه داشته باشید به من، یه لحظه توجه داشته باشید، امروز میخوایم با هم تست بزنیم ها، خوب دقت کنید ببینید چی بهتون میگم بچه ها. زمانی که این بیت رو به من میدن، من اگر بیام گزینه ها رو نگاه کنم، تازه دقت داشته باشید بچه ها، این گزینه ها گزینه های خلوتی هم هست تازه به نسبت، یعنی تو هر گزینه سه تا دونه آرایه نوشته شده. خیلی از تست هستش که دیدید چهار تا آرایه نوشته، درسته؟ ببین 10-12 تا الی 16 تا آرایه شما میبینید، درسته یا نه؟ بچه های جلسه اولی خوب با من تعامل داشته باشید، خوب با من تعامل داشته باشید. بچه هایی که جلسه اول و دوم بودن کامل این موضوع رو در مورد کلاس من میدونن ها. من تعامل خیلی زیادی میخوام ازتون، خوب دقت داشته باشید. ببین الان من اگر بخوام گزینه ها رو ببینم، همین الانش 12 تا آرایه جلومه، اگه 4 تایی بود که هیچ، 16 تا آرایه جلوم بود. تو برگرد بگو که اصلا آقا 3-4 تاش هم تکراری، درسته؟ برگرد بگو 3-4 تاش تکراری، اوکی. 10 تا دونه آرایه جدید داریم یا نداریم؟ به من بگیر اینم، 10 تا آرایه متنوع وجود داره یا نداره بچه ها؟ درسته؟ باریکالله. حالا چیکار باید بکنیم؟ من بهت میگم، اگر تو بیای آرایه ها رو، همون کاری که تو ذهنتون هست، همون کاری که خیلی از بچه ها انجام میدن، میان گزینه ها رو اول نگاه میکنن، اگر تو بیای این کار رو کنی، میدونی چه اتفاقی میفته؟ من بهت میگم، ذهنت به یه آرایه غلط میخوره. حالا بیا اون آرای غلطه رو پیدا کن و از ذهنت پاک کن. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این مونه که بچه ها من برگردم بهتون بگم که میشه لطفاً یه دقیقه من به من دقت کنید، میشه هیچ کدومتون به فیل بنفش فکر نکنید؟
الان دقیقاً چه اتفاقی داره میفته بچه‌ها؟ الان بنویسید دوستان دقیقاً همتون چیکار دارید میکنید الان؟ باریکلا من گفتم به فیل بنفش فکر نکنید، ولی همتون دارید الان به فیل بنفش فکر میکنید، درسته؟ باریکلا حله؟ الان دقیقاً دیدن آرایه غلط همین حکمو داره. تو الان چشت بیاد تو این تست یهو مثلا چه میدونم بخوره به ایهان تناسب، بخوره به حسن تعلیم، من نمیدونم وجود داره یا نداره ها، من هنوز بهتون نیدم، گیریم که مثلا یهو چشت بخوره، درست؟ حالا از کجا معلوم این درست باشه یا غلط؟ حالا بیا یکی بیاد اینو از ذهن تو پاک کنه، درسته؟ پس چیکار میکنیم آقا؟ پس چیکار میکنیم؟ من بهت میگم چیکار میکنیم. آقا شما یه زحمت بکش، شما یه زحمت بکش، انگار که بچه ها اینجا رو نگاه کنید، انگار که اصلا گزینه‌ای وجود نداره. من تا جایی که تونستم دارم گزینه ها رو پاک میکنم. اون کسایی که اردیبهشت سر کلاس من بودن میدونن منظور من چیه. آقا دست میذاریم رو گزینه ها، انگار که اصلا گزینه‌ای وجود نداره. آقا دست رو گزینه ها، درست شد؟ حالا بیا یه بار بیتو بخون، خوب دقت کن چی بهت میگم، یه بار بیا بیتو بخون. چیو بخون؟ بیتو. یه بیت چند مصرعه؟ دو مصرع. برای من بشمار تو هر مصرع چند تا دونه کلمه وجود داره. تو هر مصرع بچه ها 4-5 تا دونه کلمه وجود داره، درسته یا نه؟ نهایتش 4-5 تاست دیگه. بعد یکی از این گزینه ها درست است یا نه؟ یعنی من گفتم از 7-8-10 تا دونه کلمه ای که جلوت هستش جمع دو مصرع، یکی از 3 یا 4 آرایه ای که وجود داره رو برای من پیدا کن. کار سختی ازت خواستم؟ یه دونه بیت قرابت معنایی بهت ندادم که شاید یه دونه آرایه توش باشه، درسته؟ من یه دونه بیت آرایه بهت دادم که 3 یا 4 تا حداقل آرایه داخلشه، درسته؟ من یه دونه آرایه میخوام ازت پیدا کنی، یه دونه، درست؟ الان بچه ها بیایید بیتو بخونیم. اگر کسی هست بیاد رو خط با من همکاری کنه، بچه ها میدونم من کلن سیستمم سیستمی هستش که خیلی با بچه ها صحبت میکنم، اگر کسی درخواست داره بیاد بالا، بیاد بالا صحبت کنیم با هم کارو ببریم بالا. مهندس ببین اگه بچه ها هستن. خب لب ببستم ز سخن ای گل خندان، که مباد مردمان بوی تو یابند ز رنگ سخنم. یه دونه آرایه برای من پیدا کنید بچه، ببینم محمد حسین رو بیار بالا ببینیم. باریکلا بسه آقا، بسه، آفرین، همین تشخیص حسامیتی بسه آقا. ببین میگم بسه، نه این که غلط. سلام محمد حسین، خوبی؟ قربان محمد حسین، یه بار به تو بخون ببینم. محمد حسین یه دونه آرای واسه من پیدا کن. باریکلا چی باشه؟ استعاره تشخیصی که، درسته؟ بسه. من گزینه ها رو پاک کنم، کدوم گزینه هات تشخیص یا استعاره داره؟ خب بیا این یه استعاره، درسته؟ اینم یه استعاره. حالا محمد حسین ببین چقدر جلو افتادیم، ببین چقدر ما الان تو موضع قدرت بیشتری قرار گرفتیم که میتونم بین دو سه. ببین من نگفتم الان 1 و 4 حذفه ها بچه ها، من نمیگم 1 و 4 الان حذف میکنیم ها. هلما، آقا اشکان، یاسمن خانوم، من الان گزینه 1 و 4 رو حذف نکردم ها. من تو این نوع تست دنبال حذف گزینه نیستم ها. من توی این نوع تست دنبال به جواب رسیدنم.
خب نمیخوام فعلا حذف کنم نگار، فعلا نمیخوایم حذف کنیم، الان متوجه میشی. حالا دقت کن، الان وقت ببین به اینا بی توجهی کن، به گزینه 1 و 4 خودش حذف میشه. الان بین 2 و 3 محمد حسین یه آرایه پیدا کن که سرش به تنش بیشتر بیارزه. 2 حسامیزی کنایه داره، 3 ایهام تناسب تشبیه داره، کدومش خوش دست تره؟ همچی ایهام ببین آرایه یه ذره سختیه، ایهام یه ذره آرایه ببین یه دونه کلمه پیدا کنی که دو معنی بده، بعد هر دو معنیش به درد، تازه این ایهام تناسبه. آن بچه ها دارم میگن باری کلا حسامیزی خوبه، درسته؟ حسامیزی ترکیب دو تا حس از حواس پنجگانه با همه دیگه، درسته؟ الان ببین حسامیزی داریم یا نداریم بچه ها؟ بچه ها حسامیزی، مرسی سارا باری کلا، کو حسامیزی بون محمد حسین؟ بیا الان سخن مگه شنیدنی نیست؟ ها؟ آها حالا دیدنی شده باریکلا، الان حسامیزی داریم درست؟ پس حسامیزیمونم در اومد درسته؟ دو قوی شد، دو قوی شد. آقا کنایه چی؟ آقا کنایه چی؟ محمد حسین یه چیز بهت بگم، در گوشی به کسی نگی ها، هر جای بیتو خوندی نفهمیدی چی گفت کنایه است، برید حالا شو ببرید. هر جای بیتو خوندی همچین نفهمیدی دقیق چی داره میگه، همچین حال نکردی چی داره میگه، کنایه است. تموم شد رو، درست شد؟ همین مثلا لب ببستم نمیدونم مردم بوی تو یابند، یعنی چی مردم بوی تو یابند مثلا فلان، درست شد؟ آقا کنایه‌مون هم در اومد. خب کی بود میگفت چرا حذف گزینه نمی کنید؟ ما تو این نوع تست میریم جلو تا به جواب برسیم، ما تو این نوع تست خیلی دنبال حذف گزینه نیستیم، انقدر میریم جلو تا به جواب مد نظر برسیم، درست شد؟ خب حالا الان آقای محمد حسین خان سه رو واسه من حذف کن ببینم، سه رو برای من حذف کن. سه برای چی باید حذف شه؟ بچه ها برای چی باید سه حذف شه؟ تشبیه شه باری که تشبیه داریم بچه ها؟ تشبیه داریم؟ تموم شد رفت. ببین الان تشبیه زد سه رو حذف کرد، بهت گفتم با یک و چهار کاری نداشته باش، بی توجهی اون خودش میره، بیا ناکن زد چهارم حذف کرد، می‌بینی؟ سه که حذف شد، چهارم حذف شد. درسته؟ بعد از اون بر گزینه 1. گزینه 1 یه ادعای خیلی گردن کلوف داره. گفته حسن تعلیل. حسن تعلیل چیه؟ اگه یکی از خانوما هم درخواست بده بیاد رو خط ممنون میشم ها. یکی از خانوما رو هم بس کن مهندس. اگه بچه یکی از خانوما درخواست بده بیاد بالا. مهتاب بیا بالا ببینم. ببین آوردن دلیل غیر فرناز الزاماً شاعرانه، شاعرانه و ادبی نباید باشه ها، گاهی اوقات اتفاقاً خیلی هم بی‌ادبیه. کی گفته حتما باید شاعرانه و ادبی باشه؟ نه، آوردن دلیل غیر واقعی برای اتفاق طبیعی و واقعی رو میگن حسن تعلیل. ببین یه موقعی هست، یه موقعی هست من برمیگردم میگم که مثلا میدونی چرا موات مشکی شده؟ چون خیلیا از زیبایی چشات مردن، موهات لباس عزا بر تن کرده. ببین الان دختر خانوما دارن اینجوری میکنن تو خونه، همچنین دارن موهاشون دست میکشن. تا چشم تو ریخت خون عشاق، زلف تو گرفت رنگ ماتم. خدا وکیلی چند تاتون دست به موهاتون کشیدید الان؟ خداییش راست بگو یاسمن، من که میگم تو کشیدی اتفاقا. تا چشم تو ریخت خون عشاق، زلف تو گرفت رنگ ماتم. ببین چه قشنگ میگه شاعر، برمیگرده میگه که آقا
انقدر چشای تو زیبا بودن خیلی از زیبایی چشات مردن، موهات لباس عزا واسه اونا پوشیده. درسته؟ این میشه حس تحلیل، این میشه ادبی و شاعرانه. حالا یه موقعی ما میبینی اصلا ادبی و شاعرانه نیست، خیلی هم بیادبیه. مثلا اونجایی که حالا سارا دیگه کلاس نذار دیگه واسمون دیگه. حالا اونجایی که مثلا برمیگرده میگه که پیاده مرا زان فرستاده توس، که تا اسب بستانم از اشک بوس. رستم اسبش خسته است، رخش خسته است، پیاده داره میره به جنگ با اشک بوس. خب به خاطر اینکه خسته است پیاده رفته با اشکوس به جنگ دیگه. به اشکوس برمیگره چی میگه؟ به اشکوس میگه میدونی چرا پیاده اومدم؟ پیاده منو فرمانده من توس منو پیاده فرستاده که بیام اسب تو رو بگیرم. همون اولا میزنه اسب یارو نفله میکنه ها، قبل اینکه اشکوس رو بکشه اسبش رو میکشه. درست شد؟ یکی تیر زد بربر اسب اوی، که اسب اندر آمد زبالا بر اوی. درست؟ همچین اسب رو زد اسب نفله شد. درست؟ پس الزاماً دلیل ادبی و شاعرانه نمیخواد، دلیل غیر واقعی باشه کافیه. حالا سوال دارم ازتون، به من بگید ببینم بچه ها ما اصلاً کلن علت‌آوری داریم تو این بیت به نظرتون؟ ما کلن علت‌آوری داریم؟ نداریم. تموم شد رفت. پس حسن تعلیلم پر. درست شد؟ جواب گزینه دو. خیلی عالی. ایهام نداشت. نه نه، هیچ واژه‌ای نبود که دارای دو معنی باشه بعد هر دو معنیش مثلا به درد شعر ما بخوره فلان اینا. خب یه دو تا دونه دیگه تست این شکلی بزنیم با هم بچه ها. دو تا دونه تست با هم بزنیم ببینیم چی کاره هستید. مهتاب هستی؟ خوش اومدی. مهتاب جلسه چندومته؟ چه خوب، چه خوب که اتفاقا جلسه اولته. من حسابی اینجا الان میخوام حال همه تونو بگیرم. خب مهتاب بخون ببینم. همین تست ماه و پروین. آره بخون ببینم ماه و پروینو. چقدر قشنگ میخونی بیتا رو. باری کلا کدوم شهری؟ باری کلا باری کلا. بالاخره تو همسایگیه حافظ و سعدی و این دیگه انتظاری جزی نمیست. یه بار دیگه بخون. باری کلا باری کلا. بچه دست رو گزینه ها. انگار گزینه ای وجود نداره، انگار گزینه ای وجود نداره. درست شد؟ یه دونه آرایی میخوام. یه دونه آرایی میخوام. مهتاب یه دونه آرایی میخوام. بچه هم دارن کمکت میکنن. آفرین آفرین باریکلا. دلیل غیر واقعی واسه اتفاق طبیعی و واقعی ذکر کرده. باریکلا. ماه و پروین چرا میرن پشت ابر قایم میشن؟ واسه اینکه تو اومدی بالا. درسته؟ دلیل غیر واقعی آورده دیگه. آقا حسن تعلیل، حسن تعلیل کدوم گزینه ها حسن تعلیل داره؟ کدوم گزینه ها حسن تعلیل داره؟ دو داره؟ چهار. حالا الان وقت چیه مهتاب؟ الان وقت چیه؟ ها؟ وقت دعوا انداختن بین گزینه های کاندیده. درسته؟ وقت دعوا انداختن بین گزینه های کاندیده. الان گزینه دو و چار گزینه کاندید شما هستش. درست؟ مریم جوینده، بچه ها گفتن حسن تعلیل. خب ما نگاه کردیم دیدیم آقا دو و چار حسن تعلیل داره.
نه الان صدا که هست. بچه ها صدا تصویر تخته اوکیه؟ صدا تصویر تخته اوکیه. مرسی مرسی مریم، برای شما مشکل داشته فکر کنم. ممنونم از همتون، باریکلا. خب الان بین دو و چهار مهتاب، بین کدوم آرایه ها میخوای دعوا بندازی؟ ببین الان آرایه خوب زیاد داریم، نگاه کن، تو دو تلمیح داریم، تو چهار متناقض نما داریم، قشنگ میشه بین اینا دعوا انداخت. یه دونشو بگی دسته باش برو تو بیت. تلمیح داریم؟ تلمیح نداریم باریکلا. تلمیح نداریم، دو حذف شد باریکلا. رو چهار متناقض نما رو نشونم بده ببینم. باریکلا. آفتاب آسا کند در شب، این تناقضه، این امر محاله، درسته؟ باریکلا باریکلا دختر، این از متناقض نمامون. خب بچه جناسمون کو؟ ببین دیگه نمیگم جناس داره یا نداره چون به جواب رسیدیم، میگم جناسمون کو. کو پیدا کردی؟ پیدا شد یا نه؟ نه 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 ندیدید؟ بابا خیلی تابلوه. بچه ها دارن میگن دیگه، بیا اینه هاش فرو رو، درسته؟ اینم از جناسمون جا. نه دیگه، اون روی همون روه، خدای همون خدایه، فهمیدی؟ خب آره 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 آره، مثلا فعلان بونشو باید در نظر بگیریم. تشخیصمون کو مهتاب؟ مهتاب جلسه اولی تشخیصمون کو؟ آفرین، کار انسانی دارن میکنن ماه و پروین. باریکلا زهره، باریکلا مهتاب، باریکلا فاطمه، باریکلا. اینم از تشخیصمون، خیلی عالی خیلی عالی، باریکلا. خجالت کشیدن هم میشه، بله اینا کار انسانیه دیگه، اینا کار انسانیه، درست شد؟ خیلی خوب دارید میرید جلو، باریکلا باریکلا به شما، احسن احسن. خب یه دونه دیگه بزنیم، کسی دیگه هست بیاد بالا، کسی دیگه هست بیاد بالا. محمد حسین میخوای خودت این تستو بزنی؟ فرقی نمی کنه ها، اگر درخواستی داریم بیایید بالا صحبت کنیم. کسی هست مهندس؟ آره آره، یکی دیگه بچه ها رو بیار بالا، اونی که زودتر از همه دستشو برد بالا بیار بالا ببینیم کی هست. سلام، اسمت چیه بابا جان؟ من فاطمه. آتنا و فاطمه. آتنا آتنا بخون ببینم هر چه اکدوم شهری آتنا؟ شیراز. شیراز، درود. بخون ببینم هر چند؟ هر چند زمین گیر بود دانه امید، دست کرم ابر گوهربار بلند است. بچه ها اینجور موقع ها من یه بچه ها میدونی چرا صدای من میپیچه؟ آتنا و زهرا اگر دارید با کامپیوتر اینا صحبت میکنید لطفا هدفون بزنید، یا موبایل هستید لطفا هدفون بزن. آره با هدفون صحبت بکنید که صدای من بر نگرده برای بچه ها اکو بشه. خب الان بچه ها اینجور موقع ها ببین، الان من نگاه میکنم میگم خدایا مثلا الان چه میدونم تناقض میبینم، الان تلمیح میبینم. مهندس الان من تناقض میبینم، تلمیح میبینم، خدایا من چیزی گیرم نمیاد، الان چیز تابلوی گیرم نمیاد، اینجور موقع ها چی کار میکنیم بچه ها؟ اینجور موقع سریع برید سراغ اضافیا، برید سراغ ترکیب اضافیا. الان ترکیب اضافی بچه ها چی داره؟ میدونی ترکیب اضافی چیه که؟ ترکیب اضافی اینه، نگاه کنید، اسم،
اسم. خب این ترکیب اضافیه، اسم اسم. حالا یه لحظه چیز آموزشی من اینجا بهتون بگم، یه چیز آموزشی بهتون بگم. نگاه کنید بچه ها، ترکیب های اضافی در وهله اول دو دسته میشن بچه ها. ترکیب های اضافه تعلقی، ترکیب های اضافی غیر تعلقی. درسته؟ دست شما درد نکنه، مرسی. تعلقی ها که هیچ، تعلقی ها که مشخص قصهش چیه دیگه. تعلقی ها این شکلیه که مضاف متعلق است به مضاف الی. درسته؟ مضاف متعلق است به مضاف الی. غیر تعلق این پیچ. مثال بخوام واسش بزنم، برای تعلقی بخوام مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید برمیگردم میگم چی؟ میگم دیوان حافظ. درسته؟ دیوان متعلق است به حافظ. حالا غیر تعلقی ها دو دسته میشن، غیر تعلقی تشبیهی، غیر تعلقی استعاری. درست شد؟ حالا غیر تعلقی تشبیهی بچه ها قیافش چه شکلیه؟ خوب دقت کنین، غیر تعلقی تشبیهی قیافش شکلیه. دومی بچه ها دقت کنید، شبیه اولی. دومی شبیه اولی. غیر تعلقی استعاری هم بازم همین اسم هستش، الان میگم. برای غیر تعلقی تشبیهی من بخوام مثال بزنم بچه ها، برای غیر تعلقی تشبیهی بخوام مثال بزنم، مثلا برمیگردم چی میگم؟ میگم مثلا باران عشق. الان بگو ببینم آتنا، خود باران متعلق به عشقه؟ باری کلا. وقتی دیدید این اولیه نشد، میری سراغ دومیه. درسته؟ عشق میتواند شبیه باران باشد. حالا اضافه استعاری قصه چیه؟ ببین دومیه استعاره از یه چیزیه که این اولیه ویژگی بارزش محسوب میشه. مثلا دارم بهتون میگم، مثلا اونجایی که من برمیگردم میگم خنده ببین خنده روزگار. ببینی؟ الان به من بگی ببینم خود خنده زهرا زهرا بود یا فاطمه بچه ها؟ زهرا، درست میگم زهرا بود یاره؟ الان زهرا قد شد. آتن الان خنده متعلق به روزگاره؟ نه. روزگار شبیه خنده است؟ نه. نه. چیکار میتونیم بکنیم؟ برگردیم بگیم روزگار استاره از یه چیزی که میخنده. درسته؟ روزگار استاره از یه کسی که میخنده. این میشه اضافه استعاری. درست شد؟ حالا الان بچه ها ببین، من الان آرایه خیلی خاصی نمیبینم اینجا. چی کار باید بکنم؟ بیایید رو ترکیب اضافی ها مانور بدیم بچه ها. الان ترکیب اضافی چی داریم بچه ها؟ دانه امید. باری کلا. الان دانه امید، خود دانه متعلق به امیده بچه ها. خود دانه متعلق به امیده؟ نه. امید میتواند مثل دانه ای باشد که مثلا کاشته میشه. حالا یه بچه شبیه بسازیم واسش. درسته؟ اضافه تشبیه داریم یا نداریم؟ داریم. باریکالله. کافیه؟
کافیه. کدوم گزینه ها تشبیه داره؟ یک داره و سه. درسته؟ یک داره و سه. حالا بین یک و سه بیایید دعوا بندازیم. به نظر من برای دعوا انداختن این انتخاب خوبیه، این انتخاب خوبیه. درسته؟ الان بخواییم دعوا بندازیم، استعاره داریم یا نداریم؟ بچه ها استعاره باری کلا تشخیص داریم. هر تشخیصی هم قطعا استعاره است. درسته؟ هر تشخیصی هم قطع اینا دست کرم اضافه استعاریه دیگه. دست کرم اضافه استعاریه. درسته؟ دست کرم اضافه استعاریه. دانه امید اضافه این الف نقطه ت منظورم اضافه تشبیهی، الف نقطه اس منظورم اضافه استعاریه. دست کرم اضافه استعاری بود. درست شد؟ الان تشبیهمون که در اومد، استعارمون هم که در اومد، محمد حسین جناسمون کو؟ باری کلا گیر و گوهر نیست، کسی نگه گیر و گوهر. دست و است، دست و است میشه جناسمون. تشخیصمون کو آتنا؟ همین دست کرم تشخیص هم داره. باری کلا گزینمون در اومد. درسته یا نه؟ اینم از تشخیصمون. حالا با یه حرکت مهتاب، با یه حرکت بزن دو و چهار رو حذف کن ببینم. باریکلا دو و چهار سر حسن تعلیل حذف میشه. باریکلا یکم بزن حذف کن ببینیم. باریکلا همون ایهام بستشه. بچه ها بگید ببینم این نوع تست رو یاد گرفتید چجوریه؟ الان فهمیدید این نوع تست چجوریه؟ مطمئن دیگه؟ هر کی نفهمیده بگه ها. ببین من رو این حساب که شما فهمید قضیه این تست چیه. دست رو گزینه ها یه دونه آرایه انتخاب میکنیم، نگار الان دوباره با هم کار میکنیم. درست شد؟ دست رو گزینه ها الان میگم مریم یوسفی چیه آرایه ها. باری کلا خدا رو شکر علی جون فهمیدی. باری کلا خیلی خوب. حالا که فهمیدید خواهش میکنم سارا جان، حالا که فهمیدید بیایید اینجا ببینم. خب میگم بهتون چرا کیفیت این سوالا پایینه. میگم بهتون دلیل پایین بودن کیفیت اینا رو بهتون میگم بچه ها. حال میکنید دلیلش رو بفهمید. خب میکروفون ها رو قطع کن مهندس یه بار. من تشکر میکنم از همه بچه ها. میکروفون ها رو یه دفعه قطع کن مهندس. خیلی خوب خب بچه ها دقت کنید. سوال ده خوب دقت کنید بچه ها. ما گزینه نداریم. لطفاً کسی دنبال دیدن گزینه ها نباشه، انگار که فکر کنید ما گزینه ای تو سوال ده نداریم. کسی هم یاد بگیرید سر کلاس من کسی گزینه اعلام نمی کنه تا زمانی که من بگم. هیچ کس گزینه رو اعلام نمی کنه. میگم محدث جان اول میخوام اصول کار رو بهتون بگم. اول میخوام بهتون بگم که چی کار باید بکنیم کلن برای تست زنی. اول اینو باید یاد بگیریم بچه ها.
خب دست رو گزینه ها بزرگتر از اینه، کادر میزنه بیرون دیگه عزیزم. خب آقا یه دونه آرایه بچه ها برای من پیدا کنید، من یه دونه آرایه میخوام برای من پیدا کنید. باریکلا باریکلا باریکلا، آفرین سید آیدا، خیلی عالی خیلی عالی، باریکلا. نظر اکثریت رو میخوام دیگه، چون الان کلاس خصوصی نیستش که. آتنا خیلی نمیخوام آرایه بگی، میخوام بگم با یه دونه هم میشه کارو حل کرد. جناس خوبه آقا، جناس خوبه، من اکثریت دارم میبینم دارم میگن جناس خوبه. بریم رو جناس بچه ها، بریم رو جناس. جناسمونم چه جناسی، تام یا ناقص؟ جناسمون تامه دیگه، مرسی مهتاب، باریکلا. جناس تامه دیگه، آهو آهو آهو، یکیش بچه ها در معنای در واقع، یکیش به معنای اون نوع حیوان آهو، یکی هم در معنای در واقع عیب و نقص. درسته؟ یکیش نوع حیوان، یکیش هم عیب و نقص. درست شد؟ اونم میتونه باشه محمد رضا. نه آخه اون که علائم است، گفتم فعلا رو چی؟ همین الان گفتم محمد رضا، گفتم فعلا رو برداریم چی بگیریم؟ بناشو در نظر بگیریم. الان گیر و مگیر که نمیتونه محمد رضا باشه. درست شد؟ خیلی خوب. آهو جناس تام. آقا کدوم گزینه آجناس تام داریم بچه ها؟ کدوم گزینه آجناس تام داریم؟ دو داریم؟ داریم جایی دیگه؟ ترک آهو چشممه آهوی چشمت شیرگیر. شیرگیر یعنی خیلی کار درسته دیگه، شیرو میگیره. درست شد؟ سید آهوی تو هم بر سید خیش آهو مگیر. یعنی چی؟ من سید تو هم بر سید خود آهو نگیر. یعنی چی بر سید خود آهو مگیر؟ ها؟ باری کلا آتنا، یعنی ایراد عیب خورده مگیر، باری کلا باری کلا عیب مگیر. پس جناس تاممون در اومد، درست شد؟ همون جور هم که دارید میگید، کنایمون هم که در اومد، کنایمون که در اومد، درسته؟ خیلی خوب، حالا نیما حسودیت نشه. خب تشبیه چی؟ تشبیه چی بچه ها؟ تشبیه کو نازنی؟ آره آهو آخری سارا عیب معنی میشه، آهو چشم، باری کلا، باری کلا، باری کلا، آفرین به شما ها، آفرین به شما ها. اینم تشبیهمون. استعاره که تابلو داریم، استعارمون کو؟ حدیث، استعارمون کو؟ نگار جون کو استعارمون؟ یه دونه این اسمایی که در غیر معنی اصلیش اومده، ای آهو، باریکلا، همون ای آهو، باریکلا، اینا، این استعارمون. درست شد؟ اینم از این. جواب گزینه دو، باریکلا، باریکلا، مسرح است، باریکلا، باریکلا. خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی عالی. بچه ها من نمیگم کیا این تست رو درست حل کردن، من این حرف رو نمیزنم، اما یه سوال میپرسم، یه سوال میپرسم، کیا متوجه شدن که دقیقا تو این تست چه اتفاقی افتاد؟ من نمیگم کیا دقیقا درست حل کردن ها، هر کس متوجه شد عدد یک رو واسه من بفرسته. فهمیدید ما چی کار کردیم تو این تست؟ باریکلا، آفرین. خدا شده اسما رو دیگه نمیتونم بخونم، انقدر سری چتام داره بالا پایین میشه. باریکلا سارا جون، سارا میرصادقی، آهو اول خود آهو غزال رو داره میگه،
آهو دوم به معنای عیب و نقصه. محمد رضا جان، محمد رضا مسئولی بیاد رو خط. محمد رضا درخواست بده بیا بالا ببینم سری. محمد رضا مسئولی بیا رو خط. خب محمد رضا گفتیم چی کار میکنیم؟ سلام محمد رضا. خب دست رو گزینه ها گذاشتیم. بیتو بخون ببینم. خب یه آرایه پیدا کن واسه محمد رضا. یه دونه آرایه واسه من پیدا کن ببینم. همون جناسه تام درسته؟ همون جناسه تام الان آرایه‌ای هستش که ما داریم میبینیمش. آهو و آهو درسته؟ الان زمانی بود که محمد رضا ما باید دستمون از گزینه ها برداریم. درست؟ دستمون از گزینه ها برمیداریم، نگاه میکنیم میبینیم اه یه دونه از گزینه ها جناسه تام داره. درسته یا نه؟ یه دونه از گزینه ها جناسه تام داره. بعد من نظرم معطوف میشه به اون یه دونه گزینه. درست؟ بعد میبینم که اون گزینه داره بهم میگه ببین، برو ببین تشبیه داره یا نداره. خب؟ بعد میرم نگاه میکنم اه آره تشبیه داره. بعد میگه برو ببین کنایه داره یا نداره. میبینیم اه آره کنایه هم داره. محمد رضا روش زدن این تست اینه که یه روزنه توی تست ایجاد بکنی. خب این روزنه ها رو شکاف بدی بری اون بر دیوار. گرفتی چی بهت میگم؟ هیچی، کنایه کاری نداره دیگه. آسون ترین همین شیرگیر بودن. یعنی چی؟ ای آهوی چشمت شیرگیر. میگه چش آهوی چشمت شیرگیره. یعنی چی آهوی چشمت شیرگیره؟ اشکان چی میگی داری واسه خود تبلیغ میکنی اینجا؟ اشکان شیروانی، اشکان گنده تر از تو اینجا وایستاده ها. تو داری اینجا آیدی واسه خودت رد و بدل میکنی. 2004 ما اینجا 1984ی ما. تو اگه 2004ی 20 سالت تو بزرگتر من اینجا وایستادم. منو من آیدی ندادم که تو داری آیدی میدی. خیلی خوب، شیرگیر بودن درست شد. اینجا به معنای چیه؟ اینجا به معنای مثلا خیلی کار درستی، خیلی خفنی. گرفتیم محمد رضا؟ ببین الان سوال تو نباید این باشه که برگردی بگی که کنایش کو. سوال تو باید این باشه که بگی آقا اصلا کلن با چه روشی حل کردی این تستو. میفهمی چی میگم؟ سوال تو باید الان این موقع این باشه که برگردی بگی آقا این روش دست رو گزینه ها یعنی دقیقا چی؟ میفهمی؟ اینو من میگم. حالا یه تست دیگه مشخص میکنم واسه تون. خب یه تست دیگه اگه دوست داری باش با همون. بعدم نمیاد رو خط باشی محمد رضا. خیلی خوبه که باشی، خیلی خوبه که باشی. اشکال نداره، اشکال نداره، یادت میاد، یادت میاد همش، نگران نباش. خب خب آقا هیچ احد و ناسی گزینه اعلام نمی کنه. فقط منو کمک کنید با هم بریم جلو. درست شد؟ تست ده دست رو گزینه ها. درست شد؟ تست ده دست رو گزینه ها. محمد رضا فقط یه زحمت بکش تست ده رو بخون واسمون. کسی گزینه اعلام نکنه ها، هیچ کس هیچی نگه. کزلب شکرخندش نرخ شکر ارزان شد. درست شد؟ خب الان بچه ها یه دونه آرایه میخوام
خیلی دوست داشتم بگم حسامیزی، ولی خب حسامیزی نداریم دیگه. الان دقت کنید، الان دقت کنید بچه‌ها، یه دقیقه حواسا جمع. نظر اکثریت رو هم بگید. یه عده پارادوکسن، یه عده تضادن، یعنی یه عده تناقضن، یه عده تضادن. محمد رضا دقت کنید، امر محال رخ داده است. نگاه کنید اینجا رو. خسرویی به شیرینی تلخ کرد کامم را، یعنی خیلی راحت کام من رو تلخ کرد. تناقض داره؟ امر محاله به نظرتون؟ یارو با شیرین کاریاش کام منو تلخ کرده. حواستو جمع کن، تناقض امر محاله. فاطمه سعیدی، امر محال باید رخ بده. یه یاروی با شیرینیاش کام منو تلخ کرده، امر محاله. نه ببین، تناقض تفاوتش با تضاد چیه محمد رضا؟ تفاوت تناقض و تضاد دقیقا رو شخصشه. ببین یه موقعی هست من میگم من این جیبم پره، این جیبم خالیه. خب این تضاد یا تناقضه بچه ها؟ این تضاد یا تناقضه؟ نگار الان توضیح میدم. این تضاد. چرا تضاد بود محمد رضا؟ چرا تناقض نبود؟ چرا تناقض نبود؟ بگو. چون برای دو شخص بود، یکیش برای این شخص، یکیش برای این شخص، درسته یا نه؟ آها، حالا زمانی که من برگردم بگم این جیب من هم پره هم خالیه، این حالا تناقض یا تضاده؟ درست شد؟ تناقضه. حالا اگر زمانی که من بگم من حاضرم محمد رضا معصومی غایبه، تناقضه یا تضاده؟ تضاده. چرا؟ چون ما دو شخصیم، درست؟ اما اگر برگردم بگم هرگز حضور حاضر غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، تناقضه یا تضاده؟ حالا تناقضه. چرا؟ چون هر دو امرزه در مورد یک شخص به کار رفت. حالا یه نفر دیگه اینجا یه شیرینکاری کرده است، یه نفر دیگه کامش تلخ شده است، درسته؟ یک نفر شیرینی کرده است، شخص دیگری تلخ کام شده است، تناقض یا تضاد بچه‌ها؟ مربوط به دو شخص مبینا، باریکلا، تضاده، درسته؟ ببین اینا چیزاییه که باید اینجاها یاد بگیرید، اینا اون اصولیه که باید با هم یاد بگیریم، درست شد؟ یاد میگیریم. توضیح میدم فاطمه جان، من اول اصول کلی تستنیمونو مشخص بکنم، بعد میرم دونه دونه آرایه ها رو بهتون میگم. نگران نباشید. میخوام یه روحیه ای اول بهتون بدم، بهتون بگم فکر نکنین قرار اتفاق خارق العاده ای رخ بده موقع تست زنی. خب حالا با این تفاسیر محمد رضا، انتخاب های ما میشه یکیش گزینه دو، درسته؟ یکیش میشه گزینه دو، یکیش هم گزینه یک. حالا بین گزینه یک و دو تشبیه که جفتش مشترکه، کاری از پیش نمیبره، درست شد؟ بیا ببینم مثلا بین جناس و اغراق خوب میشه دعوا انداخت، درسته؟ بچه‌ها حالا فکر کنید، حالا میتونید گزینه اعلام کنید، هر کس دلش میخواد گزینه اعلام بکنه. حالا بقیه هم گزینه اعلام بکنم ببینم. جناست کو؟
شکر و شکر دوتا معنیش چیه؟ معمر رضا میدونی جناس تام چیه؟ که جناس تام زمانی رخ میدهد که یک واژه دو بار بیاید و هر بار معنای جداگانه بگیرد. الان به نظر تو شکر واژه‌ای هستش که به ذات توانایی داشتن دو معنی رو داشته باشه؟ لب شیرینه. خب الان جفتش آیا شکر هست یا نه؟ جفتش که شد شکر هان؟ درسته؟ پس تکراره، جناس نداشتیم. بعد یکیشم بدون محمد رضا، اگه قرار بود بگه جناس، اگه قرار بود جناس تام باشه، مطمئن باش می نوشت جناس تام. فهمیدی؟ اگه تام بود تاما رو همه رو می نویسن معمولا. برو رو اغراق. اغراق داریم یا نداریم؟ بچه ها اغراق داریم یا نداریم؟ نشونم بدید ببینم. نشونم بدید ببینم. اغراقمون کو؟ باری که الان میگه به خاطر خنده تو شکر همه جا رو ورداشته، نرخ شکر ارزان شده. بزرگ نمایی و اغراق داره دیگه. این از این، این از این تشبیهونم که در اومد، کنایه هم که داره دیگه. مثلا تلخ کرد کامم را، کنایه از این که مثلا حالم رو گرفت. درسته؟ جواب گزینه دو. درست؟ پس دقت داشته باشید بچه ها، دقت داشته باشید. هر زمان که خواستید از این نوع تست ها بزنید، اول کاری که می کنید، اول کاری که می کنید بچه ها، می آید یه دونه گزینه رو، یه دونه آرایه رو پیدا می کنید. خب یه دونه، احسن، باریکلا باریکلا. حالا یه زحمت بکشید بچه ها، تست ده صفر تا صدش با خودتون. محمد رضا تو هم میتونی قطع کنی. صفر تا صد تست ده، هیچ کس گزینه اعلام نمی کنه ها، هیچ کس گزینه اعلام نکنه. توضیح میدم این سوالاتونو. هیچ کس گزینه اعلام نکنه. آتنا هیچی اعلام نکن، همون چیزی هم که گفتید چیز نکن. هر کی واسه خودش. چطور خصوصی کن؟ نه خصوصی نکن مهندس، خصوصی نکن. فاطمه جوکر الان وقتش نیست. الان شما آرایتون رو پیدا کنید، گزینتون رو پیدا کنید ببینم. سوال ده مرجان، سوال ده رو یاد گرفتیم چیکار باید بکنیم دیگه. هیچ کسی چی نگه ها. بیتو بخونم؟ حتی قاعدتا خودت باید بخونیم. تا هست تاج عشق تو هم بر سرای غزال، شیرین بود به شهر غزل شهریاریم. تا هست تاج عشق تو هم بر سرای غزال، شیرین بود به شهر غزل شهریاریم. کسی گزینه انتخاب نکنه زمانی که گفتم گزینه هاتون رو اعلام میکنید. یک دقیقه دیگه هم وقت دارید. با تمرکز، با تمرکز. گزینه هاتون رو بفرستید ببینم. گزینه ها رو اعلام کنید ببینم بچه ها. خوب 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 خوب. باریکلا 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 باریکلا. خوب
دو چار دو چار دو چار دو چار اکثرا دو چار زدن. یه ده بچه ها خیلی مصر رو گزینه دو هن. یه ده رو گزینه چار هن. چه دعوایی بین دو چار. ایول خیلی باله. خب یکی از بچه ها که گزینه چار انتخاب کرده بیاد رو خط، یه دونه هم گزینه دویی بیاد رو خط. آره یه گزینه دویی بیاد بالا یه گزینه چاری، بزنید تو سر و کله هم ببینیم که کی به نتیجه میرسه. آره وست کنم. سلام سلام، اسم چیه؟ انوشا. انوشا دویی یا چار؟ خب یه گزینه دویی هم بیاد بالا ببینیم. شما اسم چیه؟ نگار. نگار عزیز، خب انوشا تو گزینه چهار رو انتخاب کردی، چی دیدی که رفتی گزینه چهار؟ جناس. آخه خب هم تو دو هست هم تو چهار. آره جناسی که داری میگی نگاه کن، الان جناس هم تو دو داریم هم تو چهار داریم، غزل و غزال جناسای ما هستن. درست شد؟ صدای من بر میگرده ها از میکروفون یکیتون بچه ها. پرو جناس انوشا نمیشه خیلی مانور داد. خب اصلا گزینه چهار حسامیزی رو من نشون بده. شیرین بود به شهر غزل شهریاریم. الان شیرین یه حسه. اوکی شیرین یه حسه، میشه دومین حس رو نشونم بدی؟ شهر آیا حسه؟ نه. نه پس حسامیزی ندارد انوشا جان. زد گزینه سرم حذف کرد و ضمن این که اتفاق واقعی رخ نداده است که دلیل غیر واقعی آورده باشد. درسته؟ حالا اون یکی دانش آموز اسمش چی بود؟ نگار. نگار دو رو اثبات کن ببینم. خب خوبه؟ خوبه اسارت کو؟ آره دیگه عشق تو بر سرای غزال. بله خود همین شهریاری هم خود این شیرینی، بله استعاره که داریم، جناس رو که نشون دادیم، غزل و غزال تشبیهت کو؟ تشبیه خیلی راحته، اینا بچه ها نوشتن واسط. بیا تاج عشق باریکلا، تاج عشق مثل تاج میمونه، اضافه تشبیهی مونه. درسته؟ بچه ایهامشو میتونید بگید کدومه؟ ایهامش خیلی اینا بچه ها نوشتن. شهریار. کی رو خط داره صحبت میکنه؟ محمد حسین خوبی؟ باریکلا. شهریار یه دونش بهجت تبریزی، یه دونش هم که پادشاه. درسته؟ اینم از ایهاممون. بگید ببینم یه لحظه بذار ببینم یه لحظه ببینم کیا گزینه دو زده بودن، کیا گزینه دو زده بودن. این شیرین و شیرین خانم نیست. دو بفرستید واسم، اونایی که دو زده بودن دو بفرستن واسم. اوه باریکلا باریکلا. باریکلا باریکلا. آفرین آفرین. خیلی خوب. ببین من نمیگم الزاماً آفرین به اون کسایی که گزینه دو زده بودن. حالا یه سوال میپرسم، خدا وکیلی فهمیدید قضیه این تست چیه یا نه؟ این برای من اهمیت داره. یعنی اگر الان به شما این تست رو بذارن جلوتون، میشه به من بگید ببینه الان اوکی دیگه نمیترسید از قیافه این تست؟ الان راحت دیگه پس این تست میتونید در بیاید. من نمیگم حتما به جواب درست برسید، جلسه اول آرایمونه. باریکلا باریکلا باریکلا. حالا من یکی بهتون بگم حال کنید، یه رو بونده به پایان کلاس.
من یه چیز بهتون بگم، تمام دقت کن، تمام تستایی که زدم و زدید، تمام تستایی که با هم کار کردیم، تست های سراسری 1400 بود بچه ها، دونه دونش. بله برید حالشو ببرید. حالا واو و هورا و شکلک و تو سر خودت داری میزنی و بهت گفتم من امروز واسه سورپرایز دارم، بهت گفتم من امروز یه کاری میکنم با هم میشینیم تست میزنیم، ولی نگفتم تست چی میزنیم. تک تک تستایی که با هم زدیم سراسری 1400 بود. منم کیف کردم مبینا جان، منم کیف کردم باریکلا. البته میگم شما دانش آموزای خوبی بودید، شما دانش آموزای آموزش پذیری بودید. والله ما با خیلی ها میایم این صحبت ها رو میکنیم بیغ بیغ، یه ذرم هندونه بدم زیر بغلتون حال کنید. حالا واقعیتش اینه که من خیلی خوب دارم درس میدم، اصل ماجرا اینه. حالا خب ببین، همین تستی که زدین 1400 چی بوده؟ هنر بود، دو تا بالاترش زبان بود، قبلترش ریاضی 1400 بود، اولیش تجربی 1400 بود، دومی انسانی 1400 بود. درست شد؟ برید دونه دونه تستا رو نگاه کنید، تماما تستای سراسری 1400 بود. خیلی عالی، باریکلا باریکلا. برید حالشو ببرید، برید حالشو ببرید. من یه ساختار جونم، دوتا بپرس تو. کدومو میگی؟ چشمم و چشمت ولی جناس نیست، زمایر متصل و نمیدونم علائم صرف فعل و فلان و اینا، اینا نمیتونن جناس بسازن، فهمیدی؟ اینا به ما جناس نمیده. درست شد؟ حالا تا بخوایم پیداش کنیم زمانمون رو میگیره. خب صدا بچه ها رو قطع کن. ممنونم ازتون، ممنونم ازتون. نگار بپر سوالتو. نه جناس بین دو کلمه رخ میده، نمیتونی همچی کاری کنی. یه بار اومده بود، فکر نمیکنم دوبار اومده باشه، یه بار اومده بود. حالا خیلی مهم نیست، ما اون ایهامش بیشتر مد نظرمون بود. خب سلامت باشی بابا جان. خب ببینید بچه ها، من یه چارتی اینجا مشخص کنم واسه تون، بگم که توی آرایه چی کار هستیم، چی کار میخواییم بکنیم. ببینید عزیزای من، من یه ذهنیت کلی از آرایه بهتون بدم. ریاضی تجربی انسانی نداره ها، واسه همه تون دارم میگه. اصلا انسانی داریم سر کلاس؟ چند تا انسانی داریم؟ انسانی ها یه صفر بفرستم واسه من ببینم، یک و دو نباشه دیگه، صفر بفرستی واسه من ببینم. آها ببخشید، من باید میپرسیدم ریاضی تجربی هم داریم سر کلاس؟ انسانی ها صفر رو بفرستن، ریاضی ها یک رو بفرستن، ریاضی ها یک رو بفرستن. خب ریاضی ها کلن خب گونه رو به انقراضی هستن دیگه. خب تجربی ها دو رو بفرستن. خب باریکلا باریکلا، تجربی ها مثل هند میمونه دیگه، هی رو به افزایش جمعیت هم. انسانی ها تو مایه های چینن، مثلا زیادن ولی زیادتر نمیشن، همینن که هستن. فنون کار میکنیم زهرا جان، فنون کار میکنیم، یه سر آرایه و قرابتمون رو ببریم جلو، وارد فنون هم میشه، نگران ادب اختصاصی نباشید. ریاضی ها کمن. من یه چارتی مشخص کنم بچه ها توی آرایه ها، بهتون بگم چی کاره هستیم. ببینید عزیزای من، اینا این جلسه آینده ماه،
آرایه های ادبی به طور کلی دو دسته میشن بچه ها. خوب دقت کن، ریاضی تجربی انسانی هم نداره ها، حواستون باشه. خوب دقت کنی. نفهمیدم فاطمه حقیقی جان چی گفتی؟ ما اصلا اینجا زاده شدیم جواب حقیقی ها رو بدیم. بگو ببینم حقیقی چی میگی؟ فاطمه حقیقی سوالتو بپرس. اصلا حقیقی که میگن آ من چهار ستون بدنم میلرزه. حقیقی که میگن من خبردار وای میستم. خب حقیقی جون مادرت بگو. حقیقی غر کرد. حقیقی من فردا باید برم جواب خانومم رو بدم اینجوری ها، تو کجا رفتی؟ حقیقی کتاب تست میگم برات چی خوبه، فعلا عجله نکن یکم زوده برای کتاب تست، واسه اینکه ما باید ببینیم تغییرات 1400 توش اعمال بشه، بعدن من کتاب تست رو بهت بگم. درست شو؟ خیلی خوب دیگه نازنین جون، هستیم دیگه، چی کار کنیم دیگه. خب دقت کنید بچه ها، بسه دیگه، گفتم تایی کلاس یه خستگی در کرده باشین. آرایه های ادبی دو دسته میشن، ریاضی تجربه انسانی هم نداره، همه گوش بدن چی دارم میگم. آرایه های بیان، آرایه های بدی. خب آرایه ها اینا رو دونه دونه باید یاد بگیریم با هم جلسات آینده. آرایه های بیان چیا هستن بچه ها؟ آرایه های بیان میشن تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه. اینا رو دونه دونه باید با هم بخونیم، به خصوص تشبیه و استعارش خیلی برامون مهمه. درست شد؟ آرایه های بدیع دو دسته میشن، آرایه های بدیع لفظی، آرایه های بدیع معنوی. درست شد؟ ببین از اسمش مشخصه بدیع لفظی آرایه هایی هستن که از روی دیدن یا شنیدن قابل تشخیصن بچه ها، دقت کنی، از روی دیدن یا شنیدن مشخصه. یه نفر آرایه رو بیت رو براتون بخونه، شما میشنوید اون آرایه رو. خب بیان و بدیع اینا اسمای کلی شاسیه جان، توضیح میدم واسهتون. درست شد؟ حالا دقت کنین دیگه صحبت نباشه، دیگه صحبت نباشه، حواسای من باشه. بدیع لفظی بچه ها مثل چی؟ مثلا بیا این خوراکشه، واجارایی. ببین من الان این آرایه رو بخونم تو میشنوی، خیزید و خزارید که هنگام خزان است، باد خون که از جانب خارزم وزان است. درسته؟ چی داشت؟ تکرار واج ج داشت، تکرار واج خ و ز داشت. درسته؟ این میشه واجارایی. یا مثلا یه بیت بالتر، شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی، غنیمت است در این شب که دوستان بینی. درست شد؟ این میشه چی؟ شما میشنوید، میبینید اگر نوشته بشه. درست شد؟ زهرا خیلی خوب باشه، خیلی خوب. یا مثلا فرض بفرمایید که جناس. درست شو؟ مثلا فرض بفرمایید که سج. اینا بدیه تکرار، اینا بدیه لفظیه. اما بدیه معنوی مثل چی بچه ها؟ اونجایی که من برمیگردم میگم که مثلا فرض بفرمایید که مثلا بیت قشنگ واسه تون بخونم، عجب نیست از خاک اگر گل شکفت، که چندین گل اندام در خاک خفت. ببین میگم عجله نکنید بچه ها، سج و اینا رو بذار دونه دونه واسه تون میگم. الان من فقط مثال دارم میزنم.
عجب نیست از خاک اگر گل شکفت که چندین گل اندام در خاک خفت. ببین شما چیز خاصی ندید، باریکلا حسن تعلیل داشت، نه چیز خاصی شنیدید نه چیز خاصی دیدید، درسته؟ این تو معنا و محتواش بود. بدیع معنوی آرایه‌های خیلی مهم زیاد داریم بچه‌ها. خب مثلا اونجایی که من برمیگردم میگم که بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود، پسته بی مغز چون لبوا کند رسوا شود، درسته؟ مثلا اسلوب معادله داره، اینا رو واسه تون میگم دونه دونه شو جلسه بعد. پس بچه تو آرایه های بدی معنوی یه چیزایی مثل مثلا تضاد، تناقض، تلمیح، تضمین، حسن تعلیل، اینا و و و و و, و میشن بدیع معنوی. بچه ها ما جلسه آینده دونه دونه اینها رو، آره فاطمه امیدی جان، اسلوب معادله یه چیزیه که هست. بله علی جان، من از بچگی همچین قضیه داشتم، الان از خوشحالی مونه علی جون. خب پس بچه ها دقت داشته باشید که اینا رو من جلسه آینده بهتون میگم. اسلوب معادله رو باید با هم کار بکنیم، یه در واقع هفت گنجی مشخص میکنم بچه ها، هفت گنجی مشخص میکنم واسه تون که اون هفت گنج رو باید با هم بخونیم، باید با هم کار بکنیم. و همه میگم بهت فاطمه بزرفشان، هفت گنج هفت تا از مهمترین آرایه هایی هستش که ما باید با هم بخونیم و کار بکنیم و اون آرایه‌ای هستن که 70% تستامونو باهاش حل میکنیم. طباق آسیه جان همون تضاده. ببین تناقض اسامی دیگهش پارادوکس، تضاد اسم دیگهش، مثلا تناقض پارادوکس و متناقض نما رو داریم، تضاد طباق رو داریم، واجارایی نغمه حروف رو داریم، اینا اسامی دیگه شون هستش. اینا رو حالا دونه دونه بهتون میگم. جلسه آینده جزوه کلی آموزش آرایه ها رو بارگذاری میکنیم و با هم آرایه ها رو دور میزنیم، با هم بحث رو میبریم جلو. محمد حسین جان، یعنی یه مقدار قرابت میریم جلو، یه مقدار آرایه میریم جلو، بعد دستور رو با هم میریم جلو، اینا رو بعد که دیگه باید وارد کتاب بشیم، کتاب درسی. بسیار خوب بچه ها، خسته نباشید. امیدوارم این کلاس هم مثل دو جلسه قبلی مثمر ثمر بوده باشه واسهتون. خیلی خوشحال شدم که امروزم در خدمتتون بودم. سلامت باشین، شما خسته نباشید، خدا قوت. مرسی مرسی از همتون. عالی عالی، مینا جان شما عالی هستید، دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم، امیدوارم که جلسه آینده همتون رو مجدد سر کلاس ببینم. جلسه آینده جلسه بسیار بسیار مهمی رو داریم بچه ها. من آرایه ها رو میخوام بهتون بگم مجدد، انواع دیگر تست آرایه رو میخوام بهتون بگم، کارهای خیلی خیلی مهمی داریم. خیلی جلسه پایه‌ای و بیسیکی هستش جلسه بعدی ها، خیلی اصول کلی رو باید با هم بخونیم و یاد بگیریم. بدرود، خدا نگهدار.